سال روز ازدواج پیشوای امت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و دخت نبوت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تبریک و تهنیت باد. تصور کنین که خواستگاری دخترتان یک جوانی میآید که از لحاظ خانوادگی و اعتقادی به شما آدم مناسبی است، اما ماهانه 10,000 افغانی درآمد داره که میتونه 3,000 افغانی کرایه خانه بده. آیا شما حاضر هستین دخترتان بدین؟ اگر در حساب نسل امروزی ما بخوایم تصور کنیم، اختیار میدیم دوست دختر خود، چرا که سرنوشت از او، زندگی از او، مربوط از او میشه. حالا دیگه قسمت هست، در تقدیر یک آدم نشته شده باشه، چی غریب باشه، کل خوب پیسه‌دار نمی باشه که پیسه‌دار بده. دیگه یک آدم که بفهمد سپایش سعی کنه خرچی روزمره خودش کم سیر بتونه بره، ما مانه نمیشیم، میتیم ما بسیار این معامله رو ما کریم. از ما اگر میشیدیم داریم برای فقیر امیانه خودم دانیم، بعد بر رضای خدا رفتیم دادیم. مگر در روز داره میشه که دخانه کرایی بود، حال امروز بهترین زندگی داره. بله ها، ما والا انیمال فعلا ما کرایه خانه میتم، 3,000 روپیه کرایه خانه میتم. مشکل ما بسیار چیز هست، در خانه کرایه ایسم فعلا. با وجود که شما خودتان 3,000 کرایه خانه میتین و وضع مالی خودتان هم خوب نیست، درست؟ با وجود ازی هم حاضر نیستین به همسر خودتان دختر؟ نه نه، تا که رضایت خود ما نباشه که خانواده صحیح نباشه، ما برای کس انتقام نمیتونیم، سرمایه‌دار باشه با. تشکر. آینده دخترم خراب میشه باز. مشکل ما بسیار مشکل زیاد است. زنده باشه. خیلی تشکر. والا دیگه جمله کوچی میره نه. نه. بله. چون بسیار درآمد شخصی داره نه. میتونه که مشکل خود حل کنه با پول. شما به خانواده هایی که سخت گیر هستن و دخترایشان با بسیار پول گزاف میخواین چی گفتنی دارید؟ برای از ما گفتنی دارم که در شریعت اسلام هم نیست، حق هم نیست، چیزی که دخترشان رضایت داشته باشه باید همون کار کنه، چون خوشی اولاد مهمتر از هر چیز است. و بعضی میگن یه خانه شخصی داشته باشه، موتر داشته باشه، زندگی داشته باشه، و توانی بشه دور است، نمیتونه این خانه برای اولاد بسازه، چون درآمدش نظر به درآمد خود میگن. وقتی طرف میبینه نیست، اونا طرفی پولش در میکنه، پول ارزش نداره، پول خوشبخت نمیسازه فامیل. اخلاق مهم است، خانواده مهم است، باید خانوادهش بینه، خانوادهش با فرنگ باشن. مشکل پول، مشکل خانواده خیدگیر و ایگپا در افغانستان بسیار مروج است، خصوصا مشکل پول که جوانای بیچاره به کشورهای خارج به خاطر مسافرت میکنن که یکشنبه به بدست بیارن یا پس بیان صاحب زن و اولاد شوند. این مشکل عمده مردم عموم افغانستان است. سلام، خوب هستین؟ سلام محترم، شما خوب هستین؟ زنده باشین. اسمتون؟ عارفه. خب درست است، شما مجرد هستین؟ بله. کبرا جان ازدواج کردین؟ نه خیر، من مجرد هستم. تصور کنین شما یک آقا پسری خواستگاریتان میایه که نظر به رسوم خانوادگیتان با هم یکیستن و از نظر اعتقادی هم مشکلی ندارین، مناسب استن و ماهانه درآمدی که داره 10,000 افغانی استن و 3,000 افغانی هم میتونه که خانه کرایه بگیره، آیا شما حاضر هستین با او ازدواج کنین؟ من اول میگذارم تصمیم به پدر و مادرم، در صورتی که پدر و مادرم توافق داشته باشن بله. بله. سلام، خوب هستین؟ و علیکم سلام، خوب هستم، تشکر. اسمتان؟ عبدالله. ازدواج کردین؟ نه. خب بسیار خوب، شما تانوس چرا ازدواج کردین؟ خرج و مخارج بالاست دیگه، توقع زیاد است دیگه، همینطور مشکلات پیش میاد. شما به کسایی که سختگیر هستن به دخترایشان نمیتن و به مسائل مالی بسیار سختگیر میباشن چی گفتنی داره؟ حالا گفتنی چی است که فکر کنم اینم یه حدیث باشه که برای ازدواج آسان بگیره که اگر در زمین شر و فساد زیاد میشه. یک دلیلش همین است که بهترین دلیل که ازدواج آسان بگیره. ما شما خب انشالله کشور مسلمان هستیم، ای تو پیسه گرفتن ها کم و زیاد هم دیگه خوب هم نیست، مشروعیت هم نداره در حساب دین. اسمتون؟ سردار ولی هوتک. بسیار خوب، چند سال هست؟ من 22 ساله. ازدواج کردین؟ نه خیر، نه شکر. خب دلیلش؟ به خاطر از اینکه با پیس غیر اقتصادی تمام میشه، با پیسی زیاد ضرورت است. به قوم شما امی تقاضای خانواده ها که دختردار هستن چقدر میباشن؟ تقاضای البته به حساب والور میگنش که از 6 لک افغانی شروع است تا 20 لک افغانی.
و مخصوصا دخترایی که دکتر باشن یا قابلگی را خوانده باشن، دکتر گفته میشه که او بیخی در خانه 18 لک و 20 لک بلوارش هست. میگه این دکتر از ساید داره از خاطر نقه ما به این اندازه است که خانه داشته باشی، موتر داشته باشی، موتر هم به هر صورت پیسه داشته باشی، از اقل که مو زندگی تا پیش برده بتانی، صحیح مصرفش پورا کرده بتانی، دختر میده در غیر از او نمیده. میگه این بچه غریب کار به این بدر نمیخوره، تا یک وظیفه دولتی داشته باشی یا پولدار باشی میده برای دختر، در غیر از او میگه این بچه خرچ خود پورا کرده نمیتونه، چطور دختر ما خرچ پورا کنه؟ نمیشه. تو چی اندازه مصرفش هست؟ مصرف لا 10 لک، کمترش که باشه 5 لک، از او دیگه گنجایش نداره کمتر کرد مراعات کنه. حالا ما پدرم نامزاد است، مادر دختر گفته که 5 لک روپا تو یا نبرین در هتل آرسی آرسی کنین، که ما مردم دار هستیم، قوم دار هستیم، ما بدری از کجا شود؟ یک آدم نداره، یک آدم نمیتونه، یک مشکل داره که بدر. ما خواهشم فقط از مادر پدر رای نمیستش که باید درک کنه، یک مسلمان یک جوان باید درک کنه که بدر نمی آدم داره یا نداره. 5 لک 2 لک بخیف امید خوار خداست، بخیف ظلم است به خدا و هم در شرایط نمی آله. مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها در منابع مختلف بین 400 تا 500 درهم ذکر شده که این مبلغ مهر و سنه خوانده می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود زره خود را بفروش. امیر المؤمنین علیه السلام زره خود را فروخت و پیامبر با پول آن جهیزیه حضرت فاطمه سلام الله علیها را تهیه کرد. در شب این ازدواج فرخنده مردم مدینه به دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اطعام شدند. پیامبر دست حضرت فاطمه را در دست امیر المؤمنین علی علیه السلام گذاشت و پس از حضور در خانه آن دو برایشان دعا کرد که خداوند دلهایشان را به هم نزدیک و نسلشان را مبارک گرداند.